به یاد دوست. تو پشت چادر گلدار مادرت قایم می شدی، منم گوشه مانتوی مادرم رو محکم می گرفتم و چشمامو می انداختم پایین، مثل اینکه اینطوری تو هم منو نمی بینی. اما من و تو که بارها و بارها در طی روز توی کوچه، خیابون، مدرسه، صف موبایی همدیگر رو می دیدیم. پس این همه خجالت برای گفتن این جمله از کجا می اومد؟ چرا از گفتن این کلمه قشنگ خجالت می کشیدیم؟ فکر می کنی چند بار باید این جمله یا این کلمه قشنگ رو به همدیگه می گفتیم و این کار رو نکردیم؟ عیبی نداره، امروز جبرانش میکنی. سلام، سلام، نه یک بار بلکه هزار بار. یادش بخیر. هر روز مثل همیشه مادرم صبحونه را آماده میکرد. دوباره مدرسه خودش. ای بابا، این از تنبلیه، دیر از خواب پا شدنه، حتما دیگه دوباره مدرسم دیر شد. آره چی کار کنم؟ کلاس هامون گرچه پرپیچ و تاب بود، اما صفا و صمیمیت در اون موج بزن. بابا آب داد، بابا نان داد. اولین جمله هایی بودن که یاد گرفتیم بخونیم، بنویسیم، هدر به صدا در اومدن زنگ تفریح یک عمر طول میکشید اما زود تموم میشد. شاید انتظار ثانیه ها رو متوقف میکرد. مسیر مدرسه به خونه، هم بازی شدن با هم کلاسی ها و گاهی شیطنت های کودکانه. بهترین روزها روزایی بود که معلم دفترها رو نگاه نمی کرد. تماشای برنامه کودک حکم جایزه رو داشت. ساده اما پرمحتوا. بازیامون خیلی رنگ بارنگ بود، یعنی متفاوت. الک دلک بازی میکرد، فوتبال بازی میکرد. همیشه ساعت 9 شب از رادیو آوازی پخش میشد و برای ما این معنی رو داشت که وقت خواب، خواب روزگار رو ببین. خنده، 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 قشقشو از ته دل. چرا؟ آخه یه چیزی درست نبود، یعنی درست بود و درست نبود. چطور چنین چیزی ممکن بود؟ ما، من و تو، بارها و بارها پیش خودمون یواشکی شمرده بودیم، حتی با انگشت دستم حساب کرده بودیم، اما بازم یه چیزی درست بود و درست نبود. به خاطر همینم می نشستیم و بازم از نو برنامه رو تماشا می کردیم. آخه 10 و 9 و 8 و 7 و 6 با 5 تا بالاخره می شد 11 تا یا نمی شد؟ خوب گوش کن بعد جواب بده مبصد 4 ساله کلاس من. به من بگو بدونم هر آدمی چند دونه انگشت توی دستش داره. خب مبصد 5 ساله کلاس جانم، آقا معلم جانم، به من بگو بدونم هر آدمی توی دستاش چند دونه انگشت داره. آقا عجیزه اگه حلمون نکنین میگیم. آقا زود باش، حلت نمی کنم، جواب بده هر آدمی تو دستاش چند دونه انگشت داره. آقا اجازه، حلم نکن، دست و پاهامو گم نکن. جواب بده. آقا اجازه، الان میگم دست و پاهامو گم نکن. آقا اجازه، جواب میدم، زود تون سری جواب میدم. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت.
شده. آخه چطور همچین چیزی ممکنه مبصر 5 ساله کلاس؟ آخه چطور همچین چیزی ممکنه مبصر 4 ساله کلاس؟ آقا اجازه جواب میدم، زودتن سریع جواب میدم. 10 و 8 و 7 و 6، 10 و 8 و 7 و 6 با 5 تا میشه 11 تا. 10 و 8 و 7 و 6 با 5 تا میشه 11 تا. آخه چطور همچین چیزی ممکنه بچه ها؟ سلام، روزتون بخیر، حالتون خوبه؟ بیننده های عزیز، کوچولوها گمون نمی کنم یادشون بیاد، اما بزرگترها یادشون میاد وقتی کوچولو بودن. یکی از کارهایی که موندنی شد و تقریبا همه حتی شعر تیتراژش رو حفظ هستن، این قمص قلقلک بود که به مبصر 5 ساله یا 4 ساله کلاس هم معروف شد. این برنامه رو نوشتم و با دوست عزیزم که خدایی اجرا کردیم اینو برای تفریح و سرگرمی بچه ها و به نشاط آوردنشون. روزهای جمعه پخش می شد، یادش بخیر، حتما بزرگتر یادشون هست. برپا بنشینید جانم، بفرمایید بنشینید، خواهش می کنم بنشینید. بعد از اون یا شاید قبل از اون محله بهداشت رو بازی کردم در نقش حپلی که سعی میکردیم تو اون کار میکروب رو به یک نوعی به بچه ها نشون بدیم و بهشون بگیم که ازش دوری بکنن. تو کی هستی؟ زورا بازپرسی میکند. منم حپلی، میکروب با وفا و دوست داشتنی. زود بگو حپلی، اینجا چی کار میکنی؟ از کارهای دیگه ای که من در تلویزیون برای بچه ها کردم، یکیش شاگرد اولی هاست. اگه یادتون بیاد یه پادشاهی رو بازی میکردم که دوتا بچه داشت به اسم بهبه جان و چهچه جان که به پدرشون میگفتن پدر پادشاه، و من خیلی دلم میخواست حتی با زورم که شده این معلمشون بهش نمره 20 بده. و اون جامداری داشتیم که بهش میگفتم جامدادی، حتما یادتون هست جامدادی. جامدار. من حسین محب اهری نقش سلطان قلقل میرزای دوم رو بازی میکنم. جامدار. خیلی کار برای بچه ها کردم، بیاد حتی برنامه ساختم، مجموعه ساختم به اسم ماجراهای آقای نوبر. داستان خیلی زیبایی بود، یه آقایی نشسته بود و ایام عید میخواست شروع بشه، براش یک هدیه بزرگ میآوردن که وقتی باز میکرد فکر میکرد یخچاله، ولی از توش یه آقا پسر میومد بیرون و همسایش بهش گفته بود که به علت اینکه تعطیلات تا عید رو میخوام برن مسافرت و کسی نیست این بچه رو نگه داره، لطفا ازش مواظبت کنه تا برگردن. به هر حال من خیلی خوشحالم که تو این 34 سال برای بچه ها خیلی کار کردم. حالا یکی زنده و عروسکی مثل هادی هدا، حتما یادتونه من پدر خانواده بودم. هادی خدا کجایی که با این کشاورزی کار کردیم، بزبز قندی و خیلی کارهای زیادی برای بچه ها انجام دادم و خیلی خوشحالم که این کارو کردم. عروسکا کجایین کجایین، مادر بزرگ هادی خدا بیایین بیایین. پدر کجاست؟ من اینجام. مادر کجاست؟ همینجام. یک بار با آقای حسین پناهی یک کار تئاتری داشتیم، با ضبط کردیم در استودیو 11 اون موقع، همزمان استودیوی 31 اون پایین هادی خدا رو ضبط میکردیم و همزمان به این رسیده بودیم که آخرین دکوپاژ برنامه بود به اسم شاخه توبا اون رو کار میکردیم. بعد من یه فیلم موندم چه کار کنم، 3 تا کار باید انجام میدادم و همزمان شده بود. خلاصه گریم کردیم، آماده شدیم و ضبط شروع شد. یه تیکه ضبط کردیم، حالا میخواستم برن بخش دیگه ای رو ضبط بکنن، من سریعا رفتم پایین پشت صحنه هادی هدا. توی هادی هدا عروسکارمون لباس مشکی پوشیدیم که دیده نشیم، فقط عروسکا دیده بشن. اون ضبط رو اون تیکه رو گرفتیم و بعد تا استراحتی بشه و بازبینی کنن، من رفتم طبقه 5 یا 6 ساختمون 3 طبقه که قرار بود دکوپاژ و آخرین تمرینات شاخه توبا رو انجام بدیم. خلاصه با همون گریم و اینا من اون تیکه تمرین کردیم و اون دکوپاژ شد و بعد دویدم
دیدم اومدم رفتم استودیو 11. خلاصه تا 11 شب، حدود 11 شب همه چی درست پیش رفت، تا اینکه یه بار توی بخش هادی اودا داشتیم یه چیزی رو می‌گرفتیم، اینو انجام دادیم که تموم شد و آقای کارگردان گفت باید تکرار بشه. تو بازی هم جف میزنه. یه دست اینجام خود برگشتم دیدم از پشت این توری لباس سیاه دیدم که آقای پناهی و آقای مؤدبیان با هم آمدن که اینجا چه کار میکنی؟ بودو بیا الان نوبت ضبط توه. من گفتم چشم همه را چرا؟ در همون ضبط برنامه دوستمون آقای حمید جبلی داشت عروسک بغلی رو میگردیم، من دست حمید جبلی رو گرفتم گوشتم روی دستی این عروسک که این ادامه رو بده، که من اومدم از زیر این لباس مشکی بیرون رفتیم برای ضبط و بعد برگشتیم اون ضبط که پیدا شد، اومدم دیدم که این تیکم ضبط شده و دارن نگاه بازبینی میکنن. حالا به هم مامان، من یه میکروب غمگین پژمرده تنها هستم. اردشیر که جاوزی کارگردانی بود گفت این تیکه به من گفت چرا این بابا چرا یه تکونی خورد بیمورد، بعد عروسک هادی هم یه تکونی خورد بیمورد، این چرا اینطوری شد؟ البته زیاد چیز نبود ولی ما هم نمیخواستیم بگیم، خودمون نگه داشتیم، ولی بالاخره همه بچه ها شدن به خندیدن و گفتن بابا اصلا نبود، این در اون لحظه رفت و خیلی جذاب بود. بالاخره یه بار دیگه گرفتیم، ولی اون روز تا ساعت 11 شب که ضبط داشتیم من هر سه کار رو انجام دادم و یکی از خاطرات من موندنی توی ذهن من. مبصر کلاس شما داشتید چی کار میکردید؟ آقای جزه شما داشتید چی کار میکردید؟ آقای جزه با اجازتون داشتیم یه مرغ دارم بودی چند تا تخم میکنه بازی میکردیم. آقا بیننده های عزیز، تا همیشه امیدوارم سلامت باشید، تا همیشه سالم باشید، تا همیشه پرتراش باشید، تا همیشه و خداحافظی میکنم ولی نه تا همیشه، امیدوارم به زودی ببینم اتون را با یه برنامه دیگه برای شما بچه هایی برم. خدا نگهدارتون. با مزه بشم که مردم منو بخورن و مریض بشم. مسئله بسیار خوبه. حالا میرسیم به سر مسئله. کتاب زندگیت رو که ورق میزنی میبینی که درس های خیلی خیلی زیاد یاد گرفتی، مجبور بودی بعضی از اونها رو چند باره ورق بزنی تا مطالبش رو خوب خوب درک کنی، بعضی ها رو خیلی ساده تر و زودتر متوجه میشدی، بعضی ها رو هم با اینکه بارها و بارها تکرار کرده بودی و حتی از روشون جریمه نوشته بودی خوب خوب متوجه نشدی، حتی تا همین حالا. اما اون چیزهایی که بیشتر از همیشه و بیشتر از همه چیز یاد من و تو مونده، خاطره خوش آفرین ها و صد آفرین هایی که اونها رو گرفتیم. نمیدونم حسابش رو پیش خودت نگه داشتی یا نه، امیدوارم که زندگیت پر باشه از این آفرین ها و صد آفرین ها. به ساعت شهریور کوک میکردم زندگی رو، به ساعت خوب شهریور بی کابوس زنگ صبح اول مهر، هنوز تو هوای شهریور قدم میزدم، هوای خوب تابستون و خونکای باد مهر که کم کم میومد. ساعت اول مهر، ساعت بیداری سر وقت، ساعت شروع دوباره بایدها، ساعت مدرسه، زنگ اول. هی پلنگ صورتی، کاش ساعت من ساعت تو بود.
اولین باری که فهمیدید آدرس خونتون کجاست و یاد گرفتید که چطور اون رو بنویسه رو به خاطر دارید یا نه؟ نمیدونم شما کجای این سرزمین پهناور زندگی میکنید، اما مطمئنم که اسم کوچه یا خیابون شما اینطوری شروع میشه: خیابان شهید، کوچه شهید. راستی شما کجای این کوچه ها و خیابون ها زندگی میکنید؟ خیابون هایی با اسم یک شهید. این عکس ها تا امروز مال آلبوم شما بود، عکس هایی از عزیزان شما، برای شما، از کودکی تا شهادت. اما حالا این عکس ها متعلق به همه ملت ایرانه. آلبوم شهدا، آلبوم غیرت و شرف، آلبوم یک ملت. آی ملت ایران، ورق بزنید تاریخ عزت رو، تاریخ شهادت رو، در آلبوم تا همیشه، از کودکی تا شهادت. برای ما بفرستید تصاویر عزیز ملت ایران رو. درست وسط قصه، درست همون جایی که چشماتو بسته بودی و غرق شده بودی میون امواج صدا و به قصه گوش میکردی، یه دفعه یه سکوت تو رو متوجه خودش میکرد. مجبور بودی دوباره بلند شی و بری پای تاخچه و نوا رو عوض کنی اگه میخوای باقی داستان رو گوش کنی. این تنها راهیه که وجود داره. گاهی یک مزه، یک بو، یک خاطره تو رو میبره به جایی، اون دو دو دوها، جایی که حتی خودت هم یادت نمیاد کی و چه زمانی اونجا بودی. یه موسیقی و یه برنامه و یه خاطره خوب میتونه تو رو دوباره وصل کنه به اون خاطره قدیمی و دور و گذشته، درست مثل اینکه همین چند لحظه پیش اتفاق افتاده، مثل اینکه همین حالا تو اونجایی و این حس همین حالا داره در وجود تو شکل میگیره، همین حالا در همین لحظه. کنار خونه ما همیشه سبززاره،
دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره، دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه، خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه. خونه یه مادر بزرگ هزار تا قصه داره، خونه یه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه یه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه یه مادر بزرگ گیا و سبزه داره. X625 عزیز من، عروسک من، اسباب بازی من، حالا من با داشتن تو تمام اوجه سنگین تمام برنامه هام با موفقیت کامل رو به رو خواهد شد. من X625 هستم. میدونم تو X625 هستی، مأمور سوم من. میدونم. چرا خاموش شدی؟ حرف بزن، یه چیزی بگو، حرف بزن. نکنه تو هم مثل اون دوتا مأمور کله پوک من قلابی از کار در اومدی؟ حرف بزن یه چیزی بگو. گفتم یه چیزی بگو، حرف بزن. فهمیدم، دستورالعمل. من باید از روی این دستورالعمل عمل بکنم. فهمیدم، دستورالعمل. فهمیدم. X625 به وسیله این تلفن با هم صحبت میکنی. متوجه شدی؟ بله، X625 متوجه شد. گوش کن X625، ما باید مأموریت های بزرگ انجام بدیم و رئیس بزرگ و خوشحال کنیم. متوجه شد؟ بله، X625 متوجه شد. خوبه. حالا من تو رو تنها میذارم و میدم دفتر کارم. به محض رسیدن با تو تلفنی تماس میگیرم. در ضمن این آشغالا رو هم جمع جور کن. Thank you.
لپتاپ، موبایل، کتاب‌های صوتی و دیجیتالی همشون عالی‌ان تا وقتی که به آدم چیزهای خوبی یاد میدن. اما نمیدونم تو هم این حس رو داری یا نه، یه چیزی توی کاغذ وجود داره، یه حسی که خیلی خاصه، توصیف کردنش هم راحت نیست. نمیدونم این حس از کجا میاد، شاید به زمان زنده بودن یک درخت در میون این کاغذها برمیگرده. اما هر چیزی که هست، بوی خوب کاغذ، حسهای ناگفته و ناب و زیبای فراوانی رو با خودش همراه داره. اینجا در لابلای انبوه کاغذ و کتاب به دنبال خاطره می‌گردیم. خاطره آدم‌هایی که روزی بودند، نفس می‌کشیدند و با کلمات به کاغذ‌های بی‌جان جان می‌دادند. و امروز ما با مرور آثار آنها جان می‌گیریم. به نام خدا، سلام. اینجا کتابخانه ملی ایران، تاریخ مکتوب مشترک همه ما. با ما باشید تا ورق بزنیم همه روزهایی رو که با هم طی کردیم. ورق ورق زندگی، انسان انسان، کلمه کلمه، تا همیشه. به گنجینه کاغذی ایران خوش آمدید. ببینی چی براتون پیدا کردم در کتابخانه ملی ایران، کیهان بچه ها. مگه میشه بچه های اون موقع کیهان بچه ها رو فراموش کرده باشن؟ همه ما با داستانها، شعرهاش، تصاویر زیباش بزرگ شدیم. کیهان بچه هایی که الان براتون انتخاب کردم شماره 210 هست. سه‌شنبه 30 مهر ماه سال 1364. بگید قیمتش 20 ریال. اولی کیهان بچه ها یه شعر از آقای مصطفی رحمان دوست هست. همه ما با شعرهای استاد آشنا هستیم. اگه این شعر رو قبلا خودتون خوندین و توی ذهنتون ثبت شده، الان برای اینکه حافظه خودتون رو محک بزنید با من مرور کنید. هر عکس قصه ایست، یک قصه بلند، افتاده قصه ای در کاغذی ببند. یا قصه ایست شاد از لحظه های شاد، یا قصه غمین هرگز چنین مباد. از لحظه های عمر هر عکس لحظه ایست، آن عکس مانده است هر چند رفت و نیست. پژمرده می شود گل های عمر ما، اما همیشه هست تصویرشان به جا. اما در بخش های دیگه این کیهان بچه های دوست داشتنی، عکس بچه های موفق رو من دارم میبینم. مثلا سحر قاسمی، شاگرد ممتاز کلاس سوم دبستان ایثار با معدل 19.63 صدم. سحر جان خیلی خوشحال میشیم با ما در تماس باشی، بگی الان چیکار میکنی، اون موقع چقدر کیهان بچه ها میخوندی، چقدر برنامه های ما رو نگاه میکردی. یا مثلا امیر محمد شیروانی، شاگرد ممتاز کلاس اول، چه لبخندی زده. دبستان شهید جهازی، گوهردشت و معدل 20. اما یه شعر دیگه از آقای جعفر ابراهیمی شاهد براتون میخونم، بازم با من مرور کنیم. در دل کوچک خود باقی از گل دارم، توی باغم هر روز دانه ای میکارم. باغ سرسبز دلم هست خیلی کوچک، پرز گلهای قشنگ با هم اما تک تک. یک گل از آن گلها گلی از مهر خداست، گل دیگر مادر، گل دیگر باباست.
گل سرخی دارم از محبت از دوست، یک یک گلهایم بی خزان و خوشبوست، باغ سرسبز دلم باغ زیبایی هاست، بهترین غنچه آن غنچه عشق خداست. موقع‌ها نه تنها بچه‌ها بلکه بزرگترها هم عجیب علاقه‌مند به دیدن کارتون‌ها و برنامه‌های عروسکی بودن. یکی از برنامه‌های عروسکی جذاب اگه گفتید چی بود؟ هممون یادمون هست، مدرسه موش‌ها. اینقدر بچه‌ها و بزرگترها این برنامه رو دوست داشتن که استقبال زیادی ازش کردن و آخر سر سازندگان این برنامه فیلم سینماییش هم ساختن. و جالب اینجاست، تبلیغ فیلم سینماییش با این عنوان آغاز پنجمین هفته نمایش موفقیت‌آمیز در سینماهای کشور برای شهر موش‌ها در کیهان بچه‌ها به چاپ رسید. از گذشته تا امروز روزنامه روزنامه است، پر از تیتر، پر از کلمه، پر از خبر و پر از دغدغه های روز. امروز پنجشنبه 19 شهریور 1394، 19 شهریور 1367 و 28 محرم، اولین سمینار جمعیت و توسعه در مشهد آغاز به کار کرد. در اون زمان مردم رو تشویق می‌کردن به اینکه فرزند کمتر داشته باشن، اما الان به این نتیجه رسیدیم که ما نیاز به یک جامعه جوان داریم و تعداد بچه‌ها در خانواده‌ها باید بیشتر بشه. حالا توی متن خبرش و توضیحاتش چیز جالبی من دیدم. در صورت تداوم نرخ رشد کنونی جمعیت کشور در سال 1386 یعنی 19 سال دیگر به 100 میلیون نفر خواهد رسید. ما الان 1394ریم و این پیشبینی درست نبوده. اما در این ستون زده دو کلمه حرف حساب، یک تیر و دو نشان، از گل آقا مرحوم کیومرث صابری. اندر باب لزوم برنامه ریزی و ضرورت آن و فوایدش که یک سری توضیحات دادن در پیشرفت امور، من میخوام بگم گل آقا کجایی که امروز ببینین بچه های ما، کودکانمون و جوانانمون با این تبلت ها و گوشی ها و تکنولوژی چطوری برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن. اینجا تا همیشه، اینجا کتابخانه ملی ایران، جایی که آدم ها با نوشته هاشون ثبت میشن. خدا نگهدار. بعضی چیزها تاریخ مصرف ندارن، اما بعضی چیزها تاریخ مصرف دارن. بعضی چیزها مد میشن و خیلی هم جلب توجه میکنن، اما فقط برای یه مقطع کوتاه، برای اینکه چیزهای عجیبی هستن، چیزهای چشم پرکنی هستند، اما شاید خیلی با طبع آدمیزاد سازگار نیستند. به خاطر همین هم بعد از یه مقطع خیلی کوتاه که میان و خیلی هم با سر و صدا میان، به همون سرعت میرن و دیگه هم رد پای از خودشون باقی نمیذارن. اما خیلی چیزها همونطور که گفتم تاریخ مصرف ندارن، تازه اگر بیان و برن دوباره بعد از یه مقطع زمانی بر میگردن. مثل شما بگین؟ بله، مثل خاطرات. خاطرات زیبا و رنگارنگی که من و شما با هم داریم، خاطراتی که هیچ وقت کهنه نمیشن و هر بار که مرور میشن باز هم ارزش جدیدی پیدا میکنند. چرا؟ برای اینکه اونها از آدم ها میگن، از ارزش ها میگن و از اون چیزهایی که دلهای آدم ها و روح و روان اونها بهشون وابسته هستند. خاطرات خوب و شیرین زنده تا که تا